سلام محسنین گرامی، امیدوارم سربند خوشتان باشین. دوستو برمیگردیم به ادامه درس خود، در واقع ادامه هفته ششم هست و جلسه 17 درس ما و شما. ابتدا از قسمت ریدینگ ایزا درسی که امروز قرار بخونیم برمیگرده به صفحه 226، عنوان تحت نام ایکینگ بک یا کمردردی به اصطلاح. و در قسمت گرامر هم ما اسم مستمیر خواندیم، امروز نوبت میرسه به صفت که انشاءالله صفت مورد مطالعه قرار خواهیم داد. طبق معمول ابتدا چند لغت میخونین، باز میگین انشاءالله به داخل کتاب بنام چپتر خود باز میکنین یا از صورتی میشه که ببینیم. از لغت 291 امروز شروع میکنیم. به نام خدا. پروپوز، تجویز کردن، هرچند پیشنهاد کردن و معانی مختلفی دارد، در اینجا پروپوز یعنی تجویز کردن. میدیکیمنت، پزشکی. ریچوال، مذهبی. ادمنستر، صورت گرفتن یا اجرا شدن یا انجام دادن ساده تر. تریتی، رساله. تریتیز، رساله ها. رایت، مراسم یا رسم و رسوم که میگن. انستیتیوشن که مؤسسه معنا میده، یک معنای هم رسم و رواج معنا میده. به هر حال نرم، عادت. سیج، رهرو، کسی که پیاده رو یا بره که تیر میشه از راه. اکامپلیش، مجرب یا خیلی ماهر و نخبه. ان رایول، بی همتا، همیشه بگیم که بی نظیر بگیم. ان رایولد، ان رایولد. دیسپلینز هم به فارسی ما دیسپلین میگن، یعنی اصول. استند فور، تلاش ورزیدن به خاطر چیزی. استند فور studying English، تلاش ورزیدن به خاطر مطالعه انگلیسی. Compartmentalized، تقسیم شده. Disparate، نامتجانس یا مختلف یا نامساوی. به هر حال apothecary، داروساز یا عطار یا داروفروش. به هر حال داخل کتاب اومده dispensaries and apothecaries، باز ان شاء الله می‌بینیم. Weasel، رگ یا شریان، رگ بگن بهتره. ورید. Hectic، شلوغ، بیروبار. Hectic، شلوغ، بیروبار. Respirator، دستگاه تنفسی، در واقع دستگاه مصنوعی تنفسی یا دستگاه تنفس مصنوعی ساده تر بگه، دستگاه تنفس مصنوعی. Respirator. Get rid of، از شر چیز نجات یافتن، مثلا get rid of fights، از شر جنگ نجات یافتن. Get rid of hangers، از شر گرسنگی نجات یافتن. Get rid of mouse، در یک ریدینگ آمده، از شر موش ها، از شر موش نجات یافتن. و الاخیر تا به 310 کافی ایزا بیست لغت میشه که زیاد نشه، لغت های خیلی ساده بود. حالا میان به قسمت کتاب صفحه 226 رو باز میکنیم، یک ریدینگ که خیلی ساده میخونیم و معنا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. Aching back، کمردردی. قبل از اینکه ریدینگ ترجمه کنم یک بار دیگه میخوایم بگم ایزا، بعضی وقتا یک جمله دو قسمت داره، اول قسمت دومی ترجمه میکنیم بعد قسمت اولی، قانونه. بعضی وقتا همو طبق معمول مثل فارسی هست، جمله اول شما هرچند خیلی ساده ای، اما اگر جمله اول قسمت اول ترجمه کنم گنگه. بنان متوجه باشین، اول لغت به لغت معنا میکنم. Despite، علی رغم یا با وجود. Its occasional features، مختل شدن گاهگاهی یا ناتوانی های گاهگاهی که. At in opportune moments، که در زمان های بی موقع یا ناموقع صورت می گیرد. The back is a marvel of biological engineering، کمر یکی از اعجازهای مهندسی زیست شناسی به شمار می رود. خب حالا اگر سعی کنیم the back، از این قسمت the back is a marvel of biological engineering، میگه در واقع کمر یکی از اعجازهای مهندسی زیست شناسی به شمار می رود. Despite its occasional features at inopportune moments، گرچه گاه گاه ناتوانی های بی موقع هم در واقع در کمر وجود داره. پس اگر تا اینجا درست و جالب معنا کنیم، میگیم که گرچه کمر در لحظات بی موقع گاه گاهی مختل می شود یا از کار می افتد یا با مشکل مواجه می شود، اما از اعجازهای مهندسی زیست شناسی به شما می رود. It is not only the body's principal scaffoldings، it یعنی همی کمر، ای کمر نه تنها
در واقع ستون اصلی یا پایگاه اصلی یا داربست اصلی بدن انسان است، یعنی کمر. آن ویچ که در این کمر که در آن دی اسکول جمجمه سل ریبز قبلقه ها پلویس لگن خاصره ان شولدر بونز منیست استخوان های شانه آر آل انکورد همه به هم یک جا شدن یا جابجا شدن. پس کمر نه تنها داربست اساسی بدن انسان است که ای جمجمه سر و قفسه سینه و لگن خاصره و استخوان های شانه جابجا شده، بلکه it also serves as the major conduit for the branches of cells، بلکه در واقع یک راه یا لوله بزرگ و عمومی برای شاخه های عصبی بدن انسان هست. یعنی چی؟ the spinal cord که همانا نخای شوکی به شمار می رود که در این کمر وجود داره. that link the brain، همین نخای شوکی که وصل می کند مغز انسان را with other part of the body، به قسمت های دیگر بدن انسان، یک راه عمومی است. When doctors speak of the back، وقتی دکترها یا دکتران از کمر صحبت می کند، they usually mean the spinal column، معمولا منظور آنها ستون فقرات هست، چون در کمر بخش اصلی و مهم کمر همون ستون فقرات هست. Sweeping from the base of the skull، که از جمجمه سر شروع شده، to the pelvis، تا به لگن خاصره، in a graceful yet extremely strong double S shape، که بسیار به شکل زیبا و به مدل دوتا اس شکل گرفته است. This natural architectural masterpieces، این شاهکار بسیار، این معماری شاهکار بسیار طبیعی، consist of 33 building blocks، شامل 30 جزء پایه‌ای می باشد، called vertebra، که با آنها مهره می گوید، و می سی بخش هر گروه. So artfully are they sculpted، آنقدر به زیبایی یا با مهارت جا به جا شده است یا روی هم قرار گرفته است، that they fit neatly into one another، که بسیار به طور درست و مناسب روی هم دیگر قرار داره این بوته ها. an intricate system of muscles، یک سیستم پیچیده ای از عضلات، تندون ها یا وتر ها، and ligaments، و همچنان همون ربات یا ligaments ها، keeps the column، ستون را نگهداری میکند from collapsing، از خراب شدن، از ترخیب شدن. the lower portion of the spine، قسمت پایینی ستون فقرات، known as the lumbosacral region، که به نام منطقه lumbosacral یا کمر خارجی نامیده میشود، is the site of the pain، در واقع محل یا نقطه دردی است، that bothers most people، که اکثر مردم را اذیت میکند، یعنی مردم از همین قسمت ناحیه پایینی کمر خب شکایت درد دارن. it can withstand pressures of hundreds of pounds، که همین قسمت در واقع میتواند متحمل شود فشار صدها پاوند را. yet با آن هم the entire column is so flexible، کل این ستون آنقدر انعطاف پذیر هست، that it can be bent to form two thirds of a circle، که میتواند دو سوم یک دایره را در واقع خم شود، به اندازه دو سوم یک دایره قطع بخورد یا حلقه شود. دو the back is thus elastic، گرچه کمر، سیستم کمر یا مدل کمر حالت ارتجاعی دارد، its parts are in delicate balance، همه قسمت های جانبی کمر در واقع یک توازن بسیار ظریف و لطیفی داره. any damage in one area، کدام کوچکترین صدمه یا هر صدمه ای که به یکی از قسمت های جانبی کمر اتفاق بیفتد، can disrupt the whole complex machinery، میتواند از بین ببرد یا مختل کند یا خراب کند تمام این ماشین یا این دستگاه پیچیده را. sometimes the trouble starts in youth، گاهی وقتا این مشکل در جوان ها اتفاق میفته. if one leg، به طور مثال اگر یک پاهی از یک جوان، for instance، ببینیم به طور مثال، حالا اینجا ما اول به انگلیسی میگن که if one leg for instance، اما با فارسی میگن به طور مثال اگر پاهی یک شخص. خب در همین جا ببینیم یک دو عبارت خیلی خورده که باید بفهمیم که اگر یک قسم معنا کنیم که اگر یک پا به طور مثال، ما معمولا این رقم نمیگیم، به طور مثال اگر یک پا، این یک نمونه بسیار ساده در قسمت ترجمه انگلیسی خیلی راحت میشه آدم احساس کرد که لغت به لغت گاهی وقت معنای اشتباه میشه. ایزا
If one leg, for instance, grows significantly longer, به طور مثال اگر یک پا نسبت به پای دیگر بزرگتر یا طولانی‌تر یا به اصطلاح دراستر رشد بکنه، بزرگتر رشد بکنه، more than half an inch، فقط بیشتر از نیم اینچ، اگر یک پا از یک پای دیگر، than the other، نسبت به پای دیگر، پس اگر یک پا نسبت به پای دیگر نیم اینچ بیشتر رشد بکند، and not infrequent occurrence، که این حادثه یک حادثه نادر و بسیار کم اتفاقی است، بسیار کمی کار اتفاق میفته، ولی اگر همچه اتفاقی بیفته، it puts unequal pressures، فشار نامتوازن را وارد میکند on the spine during ستوی روی ستون فقرات. If certain of the vertebra have failed to form properly، در واقع میشه بگیم که اگر در واقع یک مهره‌های خاص ستون فقرات نتونه به طور درست یا به طور مطلوب در واقع روی هم قرار بگیرد یا منظم شود، the result may be a pronounced sideways curve، نتیجه ناهماهنگی یا نتیجه نامیزان بودن این مهره ها یک منحنی یک طرفه خواهد بود یا یک منحنی یک طرفه مشاهده خواهد شد با طور آشکار، called scoliosis، که به نام همین حالت یک طرفه میگن scoliosis، a condition، این یک وضعیت است یا حالتی است، that causes disability and pain، که باعث ناتوانی و درد میشود در قسمت کمر. Tumors can grow in the confined regions of the spinal column. تومورها نیز میتواند رشد بکند در قسمت‌های خاصی از ستون فقرات. Pressing and pinching nerves که روی عصبات فشار و تحریک وارد میکند. In case of rheumatoid arthritis به علت ورم مفاصلی که ایجاد میشوه، the cushioning discs همو حلقه‌های بالشتی مانند که بین مورا وجود داره، that act as shock absorbers که در واقع به عنوان یا به مثلا به وظیفه ضربه گیر داره، shock absorbers جلوگیری کردن از ضربه ها، جلوگیری کننده به که در واقع این حلقه های بالشتی جلوی ضربه میگیره، between the vertebra که در بین مهره ها هم قرار داره، prematurely degenerate، آهسته آهسته یا با طور زود هنگام حتی میتونیم اینجا بگین نزول پیدا میکنند یا انحطاط پیدا میکنند یا از بین میره یلقا. خب تا اینجا فهمیدیم که اگر یک پا نسبت به یک پای دیگر کم بیشتر بزرگوار و طولانی تر رشد بکنه یا کلون تر بشه، خب ما میبینیم که فشار روی یک قسمت بدن نسبت به قسمت دیگر بدن فشار بیشتر وارد میکنه و این باعث میشه که حلقایی که باعث یک جا شدن مخرها شده یا ورتبرا شده در واقع آیسته آیسته از بین بره. Losing their sponginess and eventually disappearing، و آیسته آیسته امو حالت اسفنجی خود را از دست می دود و سرانجام از بین می دود و این باعث میشه که در واقع نگید مریض دسک شده نمی فهم یا هرچی که شده برحال. پس دیدیم که اگر که ستون فقرات اونقدر قسمت مهم بدن است که تمام اعضای جانبی بدن با او سر و کار داره و اگر یک ذره همو ستون و فقرات یا مهره ها کج میشه باز چقدر مشکلات صورت میگیره. In many cases of back pain، در اکثریت از حالات کمردردی، nothing seems to help، هیچ کمک کارساز نیست، هیچ کاری از دست ما نمیه وقتی کمر به درد بیه، چون قسمت مهم است، بد رست، استراحت به شفر کرد، اکسرسایز ورزش کردن، سرجری حتی جراحی کردن، and gravity traction و حالت دراز کشیدن روی کمر، all fail to bring relief، هیچ کدام نمیتواند در واقع باعث تسکین درد شود، این کارا باعث تسکین درد نمیشه. why، چرا؟ to some extent، تا به حدی، تا به اندازه میتوان گفت که the answer may be medical ignorance، شاید جواب از او یک اشتباه طبی باشه، یک فکر نادرست طبی باشه. Despite years of examining and dissecting، علی‌رغم یا با وجود آزمایشات یا بررسی های چندین ساله ای که دکتر انجام دادن، doctors still find many aspects of the spine، دکتران هنوز خیلی از ابعاد مختلف از ستون فقرات موضوعات پیدا کردن،
and its associated muscles و همچنان درباره عضلات که ارتباط با ستون فقرات میگیره درباره از این موضوعات پیدا کردم که and nerves to be something of a mystery در واقع و همچنان درباره اعصاب چیزهایی پیدا کردم که در واقع فهمیدم که این سیستم یک سیستم مرموز است، یعنی با وجود آزمایش ها و کالبد شگافی یا بررسی چندین ساله که روی ستون فقرات روی عضلات ستون فقرات و روی عصب انجام شده، با آن هم دکتران چیزی که پیدا کردن اینه که این سیستم یک سیستم بسیار ناشناخته و مرموزی است، یعنی دکتران عاجز کرده از این مسئله. More important از همه مهمتر، Doctors have lately made a surprising discovery دکتران در این اخیران یک کشف بسیار عجیب و غریب و یا بسیار قابل ارزش به دست آوردن. From all indication as تمام از بین تمام این شواهد و تمام این مدارک و تمام این تحقیقاتی که انجام شده a major aspect of lower back pain یک قسمت در واقع یک بود اصلی از درد کمر پایینی یا درد در واقع پایینی قسمت پایینی کمر appears to be psychological طوری معلوم می شود که ارتباط می گیره به مسائل روانشناسی. Some back specialists زیرا بعضی از متخصصین کمر say that in as many as 80% of all cases میگن که تقریبا در 80% از حالات درد کمر cases the pain is due not to any overt organic problem درد به علت در واقع میشه بگین که مشکلات عضوی نیست به این علت نیست but to such elusive factors اما برمیگرده به یک سلسله عوامل یا فاکتورهای دشوار و خاصی که از استرس مثل استرس هست بوری نگرانی and other mental attitudes و دیگر وضعیت های فکری پس اکثرا 80% از درد کمر بر نمی گردد با مشکلات عضوی بدن که حالا بگیم صدمه دیده و همچو چیزی بلکه بر می گرده به نگرانی و استراب و همچو چیزا. Many of the methods used as at the clinics خیلی از روش هایی که در کلینیک ها استفاده می شد are unconventional در واقع غیر مرسوم هست خلاف عرف است خلاف قانون است at least by ordinary medical standards حداقل در واقع میشه بگیم که با یک سلسله معیارهای معمولی طبی they include hypnosis که همونو ای روش ها یا ای میشه بگیم که چی بگیم روش های غیر مرسومی که قبلا نام گرفتیم شامل چیست هایپنوسیس خواب مصنوعی است بایو فیدبک واکنش زیستی اند اکوپنکچر و تیبی سوزنی است یعنی این روش ها در واقع میشه بگیم که پیشتر که گفتیم many of the methods خیلی از روش ها خیلی از روش هایی که استفاده میشد روش های غیر مرسومی بود و این روش ها عبارتند از خواب مصنوعی که به مریض میدادن که دردی کاهش پیدا کنه واکنش زیستی و همچنان تب سوزنی اینا غیر مرسوم است some new approaches are also being explored بعضی روش های جدید دیگر نیز کشف شده است به این منظور مثلا to numb sensitive area of the back این که بیهیس کند قسمت حساس همون کمر را by killing nerves با کشتن یا از بین بردن همون عصب تو بیهیس بشه دردی کم بشه The pain doctors have دکتران متخصصینی که روی درد کار میکنن have been injecting alcohol into the tiny nerves of the vertebra یک قسم یک مقدار کمی الکل را داخل عصبات کوچک همو مهرها داخل میکردن for problems with facet joints برای مشکلات که در واقع ابو میشه بگین مفصل های سطوح یا سطحی در واقع با مشکل برمیخورد they sometimes insert heated needles با خاطر آن کار بعض وقتا سوزن های داغ داخل میکردن into the area's nerve در قسمت اعصاب همون ناحیه and acupuncture like technique که این یک روش روشه مثل تب سوزنی است called surgical diathermy or facet denervation که به نام ویاتر یا اثرکشی سطحی یاد میشود این روش هم به اصطلاح یک روش جدید دیگری بود Another popular tool of the pain clinicians are pocket size electrical stimulators یک
وسیله عمومی دیگری که پزشکان در واقع میشه بگن اختراع کردن یا به دست آوردن، همانا یک محرک برقی کیسگی می باشد that patients carry around with them، که مریضان همیشه به کیسه خود در هر جایی که باشن انتقال میدن. held against a painful area، که در واقع نگه می دارد در ناحیه ای که کمر اینا گاهی وقت در بین را درد می گیره، یعنی همیشه با خود اینا هست. these gadget provide a little shock، و ای دستگاه ها یا ای وسایل در واقع یک شاک کوچک مریض میده that produces a tingling sensation، که یک حس به اصطلاح تکان ناگهانی به مریض میده and temporarily block the pain، و موقتا درد را در واقع میشه بگیم که آرام میکند یا بلاک میکند. پس فهمیدیم که کمر یک سیستم بسیار عجیب و غریب است که همه اطباء واقعا عاجز ساخته از اینکه بفهمه که درد کمر در واقع انواع مشکلات کمر از چی هست. آیا واقعا یک صدمه یا ضربه فیزیکی است یا نه غیر از اینه. خب معلوم شد که خیلی از دردها در اعضای جانبی کمر هیچ مشکلی نداره، با آن هم درد هست. حالا بعضی به نتیجه رسیدن که شاید استرس و فشار و نگرانی ها هست و امثال هم. ای بود ایزا ریدینگ، خیلی ریدینگ کوتاه و ساده ای بود، انشالله بخونیم و میان به قسمت گرامر که خیلی کوتاه و مختصر میخوام صحبت بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. adjective یعنی صفت. ما اسم رو فهمیدیم که برای نامیدن اشیا، اشخاص، اماکن و مفاهیم به کار میرفت. فهمیدیم که اسم چهار وظیفه داره: فاعل فعل، مفعول فعل، مفعول حرف اضافه و تکمیل کننده میشه اسم. و بعد اسم رو هم فهمیدیم که قابل شمارش و غیر قابل شمارش هر کدوم تا اندازه‌ایه. ضمیر رو هم فهمیدیم که جانشین اسم میشه و از تکرار اسم جلوگیری میکنه. و پنج نوع ضمیر داشتین و هر کدوم یک جای داشت: ضمایر فاعلی قبل از فعل، ضمایر مفعولی بعد از فعل، ضمایر ملکی در هر جا میتونه باشه به شرطی که بعدی اسم نباشه، صفات ملکی که بود در هر جا میتونه باشه به شرطی که بعدی تو اسم باشه، و ضمایر انعکاسی هم در واقع مثل ضمایر مفعولی بعد از فعل و بعد از حروف اضافه میایه. شرط و تفاوت از اون میشه بگیم اینه که همیشه فاعل و مفعول مساوی است. در این صورت ما ضمایر انعکاسی استفاده میکنیم. حالا کدام کلمه اسم و ضمیر تعریف میکنه؟ او کلمه به نام صفت یاد میشه. بنابراین اینجا ما میگه نیزا adjective is a word which modifies or limits a noun or a noun equivalent. یعنی چی؟ صفت کلمه است که تعریف و توصیف میکند یا معین و مشخص میکند اسم یا اسمیه را. اسمیه مثل چی؟ مثل ضمیر و امثال هم که شما ضمیر فهمیدید. پس میگن صفت اسم یا ضمیر تعریف و توصیف میکنه. در چند مثال میبینیم عزیز، اول I bought a nice bag، من یک کیف زیبایی خریدم. در این جمله nice یک صفتیه که bag تعریف کرده. اینجا واضح گفتم nice modifies bag، nice تعریف توصیف کرده bag رو. حالا bag چیه؟ اسمیه. nice چیه؟ صفته. الی آخر Sara is from فرا، she is very nice. سارا از فرا است و خیلی خانم زیبا و مقبول است. حالا نایس اینجا چیه؟ صفتی. اما این صفت ضمیر تعریف کرده ایزا. در اینجا متوجه باشین صفت میتونه ضمیر تعریف کنه و صفت میتونه اسم تعریف کنه. پس میگن صفت کلمه ایست که یا اسم یا ضمیر تعریف میکنه. He has five books. در اینجا تعریف توصیف شدیم دو مثال. حالا معین و مشخص نگاه کنیم. He has five books. او پنج کتاب داره. حالا books که کتاب ها هسته، بیاین معین کنیم چند تا کتاب. five books، پنج کتاب. پس این پنج تعداد کتاب ها چه کار کرده؟ تعداد کتاب ها رو معین و مشخص کرده. پس اینجا گفتیم five limits books. کلمه five که یک صفتیه معین و مشخص میکنه books یعنی چی؟ اسم ها را. خب باز در آینده میخونیم که این صفت در ذات خود یک دیترماینره. کار داخل جزئیات نمیرم. This pen is mine. این کتاب از من. این قلم از من است. حالا پن قلم، کدام قلم؟ This pen، این قلم. پس کلمه this معین و مشخص میکنه مکان قلم که منظور کدام قلم باید باشه. پس this pen، این قلم، is mine، از منه. پس میگن this limits pen. یعنی چی؟ یعنی کلمه this معین میکنه قلمه که کدام قلم، اون قلم نه این قلم. پس تو اینجا فهمیدیم که صفت میتونه اسم و ضمیر تعریف و توصیف کنه، صفت میتونه اسم و ضمیر معین و مشخص کنه. ایسا دیگه یک نکته دیگه ای که بیشتر باید بفهمید اینه که صفت با کجا میایه. ایسا صفت معمولا قبل از اسم میایه یا بعد از افعال زنجیری. هرچند مکانهای مختلفی هم داره ولی این دو مکانی خیلی مهمه.
در اینجا هم ذکر کردم که an adjective usually comes before noun or after linking verbs. یعنی چی؟ صفت میتونه قبل از اسم یا بعد از افعال زنجیری بیایه. حالا مثال کار میکنیم. before noun صفتی که قبل از اسم بیایه. مثلا حامد is my best friend. حامد بهترین دوست منه. آیا friend اسم هست یعنی؟ بله. پس best صفتی که قبل از اسم آمده. اما در این جمله after linking verb صفت میتونه بعد از افعال زنجیری بیایه. حامد is rich. حامد ثروتمند. حالا rich که صفتیه درسته که حامد تعریف میکنه، اما مکانی او بعد از چی آمده؟ بعد از ای فعل آمده. بعد ای فعل فعل to be اینجا نمیگن، میگن فعل زنجیری. حالا شاید بگین سوال خرشه که فعل زنجیری چیه؟ در ای پایین به شما اشاره میکنم تا اینجا بفهمین که صفت یا بعد از فعل زنجیری میایه یا قبل از اسم میایه. حالا فعلای زنجیری چیه؟ چرا میگن زنجیری؟ چون فاعل و صفته و مثل یک زنجیر حلقه زنجیر با هم وصل میکنه. Note: linking verbs are as follow. افعال زنجیری عبارتند از to be، افعال to be مثل چی؟ am، is، are، was، were و اخیر taste، smell، sound، look، appear و الاخیر. حالا taste مزه دادن، smell بوی دادن، sound، look، appear، see، این هر چهار تا یعنی به نظر رسیدن. get و become هر دو یعنی شدن، فعلاً احساس کردن. پس ایزو فراموش نکنین که صفت فقط بعد از همی چند تا فعل میتونه بیایه، بعد از این فعلا نه قبل از اینا. و یا اینه که صفت معمولا همیشه قبل از اسم میایه. پس صفت یا قبل از اسم میایه یا بعد از همی افعال، دیگه مکانی نداره. البته به اون سطح که قرار بگم، یعنی 95% صفات میتونم با اطمینان به شما بگم در همین دو مکان میایه. خب وارد جزئیات بیشتر نمیشه. پس تا اینجا ایزو شما اسم رو فهمیدیم، وظایف اسم، انواع اسم، ضمیر فهمیدیم، وظیفه ضمیر و انواع ضمیر، صفت فهمیدیم، وظایف صفت فهمیدیم که یا معین و مشخص میکنه یا تعریف و توصیف میکنه، و مکان صفت فهمیدیم که یا قبل از اسم یا بعد از افعال یا بعد از افعال زنجیری. حالا شاید بگین انواع صفت، فقط همه قدر بفهمین که صفت به دو نوعه، صفت مستقیم و غیر مستقیم. هر صفتی که قبل از اسم بیایه به نام صفت مستقیم یاد میشه، مثل این صفت که صفت مستقیمه چون قبل از اسم آمده. و هر صفتی که ایزا بعد از افعال زنجیری میایه به نام صفت غیر مستقیمه، یا چونه مثل رچ. پس صفت مستقیم قبل از اسم، صفت غیر مستقیم بعد از افعال زنجیری. خب امیدوارم که گرامر خیلی ساده و کوتاه بود، فهمیده باشین. تا به جلسه بعد خداحافظ و نگهدار شما.